با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. برنامه امروز رو متاسفانه با دو خبر تأسف بار آغاز میکنیم. در عرض یک هفته جنبش چپ و کارگری ایران دو تن از همرزمان صدیق خود رو از دست داد. کورش بخشنده در شهر سنندج و نیما کوهبنانی در شهر تهران ظاهراً به دلیل بیماری و سکته جان خود را از دست دادند. کوروش بخشنده از فعالین شناخته شده جنبش کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و پیگیر امر تشکل سراسری کارگری بود. و نیما کوهبنانی نیز ضمن اینکه وکیل پایه که دادگستری بود، در امر نویسندگی و ترجمه نیز فعال بود و در هنگام مرگ بیشتر از 36 سال نداشت. هم در تهران و هم در سنندج اعضای خانواده، دوستان و همرزمان این دو عزیز گرد مزار او جمع شدند و در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند. در مراسم خاکسپاری کورش بخشنده در شهر سنندج هزاران نفر شرکت کردند و سرود اینترنشنال، سرود جهانی طبقه کارگر به زبان کردی دست جمعی خوانده شد. تلویزیون برابری همدردی عمیق خودش رو به خانواده، دوستان و همرزمان این دو عزیز اعلام میکنه و بار دیگه از همه فعالین جنبش چپ و کارگری چه در داخل و چه در خارج میخواد که در کنار کار و مبارزه که گروزی از اونها نیست، حتما به سلامتی جسمی و روحی خود توجه لازم رو مبذول دارن و از طریق ورزش، هنر و هر شکل ممکن تندرستی خود را حفظ کنن. اردوی کار و رنج به این عزیزان نیاز داره و به هیچ وجه نمیتونه تحمل کنه که در چنین سنینی این عزیزان از میان ما بروند و جنبش ما را تنها بگذارند. یاد عزیز این دو فعال چپ و کمونیست در داخل کشور را گرامی می‌داریم و با ادامه راهشان پیمان می‌بندیم که تا رهایی کامل کارگران و زحمتکشان و استقرار آزادی و برابری در ایران و جهان یک لحظه از پای ننشین. برنامه امروز شامل دو گفتگو هست. نخست همکار عزیزم علی دماوندی مصاحبه‌ای داره با رفیق محمد رحیمی از فعالین شناخته شده جنبش چپ و کرد در ارتباط با نتایج انتخابات ترکیه. سپس من گفتگویی دارم اسکایپی با خانم فروغ اسدپور، پژوهشگر مارکسیست در اروپا، در ارتباط با دلایل موج پناهجویی، بحران خاورمیانه و بررسی اون از منظر سوسیالیستی. لطفاً به برنامه امروز توجه کنید. با سلام به شما رفیق علی عزیز و درود به تمامی بینندگان عزیز تلویزیون برابری. بایستی در پاسخ این سوال بگم که چند عامل باعث شد که آراء حادقه حزب دموکراتیک خلق ها طی این انتخابات اخیر به میزان قابل توجهی کاهش پیدا بکنه. یکی از اون دلایل نقش اقشار سنتی مردم کرد هستش در برخی از اون مناطق، که باعثی قبلا اینو بگم که از 21 کرسی که از دست داده 18 تاش رفته برای حزب عدالت و توسعه، و علتش هم اینه که مردم کردستان مثل سایر مردم نقاط دیگر و کشورهای دیگر همشون که نیروهای مترقی نیستن، آدمهای انسانهای عادی هستن، اقشار سنتی توشون و اینا. اقشار سنتی کرد که به دلیل سیاست دشمنی حزب عدالت و توسعه با کردهای سوریه،
در جریان ماجرای کوبانی و اینا و پشتیبانیش از داعش و اینا در واقع در برای نشان دادن اینکه ناراضی هستند در انتخابات 5 ماه پیش به که معمولا اینها همیشه رأی داده بودند به حزب عدالت و توسعه چون علوی هستن بخشیشون از لحاظ مذهبی چه میدونم بالاخره اقشار سنتی تر جامعه اینها با توجه به در واقع این مسئله خب رأی ندادن انتخابات قبلی. اردوغان که طی این چند ماه گذشته 2-3 ماه گذشته سیاستشو تغییر داد، به ظاهر قبول کرد در توافق با آمریکا و نیروهای ائتلاف و فلان اینا که بله پیوست به اونا که به اصطلاح بزنه داعش رو و منتها هدف اصلیش در واقع حمله به پیکاکا بود چنان که میدونیم، ولی با همون قضیه که یک دونه حمله به اصطلاح ایزایی کرد به داعش و تونست با این کار در واقع اون جنبه منفی که باعث شده بود تعداد زیادی از آرا رو از دست بده، این جور اقشار سنتی رو در واقع چیه دوباره رأیشون رو بگیره با واسه خودش، این یکی از دلایل. دلیل دوم بالاخره طبقات مرفه جامعه کردستان در ترکیه و این طبقات امنیت سرمایه هاشون براشون خیلی مهمه. تحمیل جنگی که آقای اردوغان کردش ظرف این چند ماه گذشته، ملیتاریزه کردن جامعه کردستان به گونه ای که در برخی موارد مثلا شهر رو محاصره کرد و کاملا حکومت نظامی به مدت طولانی طوری که فعالیت اقتصادی خوابید در اون نقاط و خب این اقشار خرد بورژوازی مرفه و بورژوازی کرد طبیعتا خیلی از این راضی نبودن و آقای اردوغان بر اساس این قضیه استفاده کرد از این که در واقع آک پارتی حزب عدالت و توسعه تنها حزبیه که میتونه امنیت رو برای شما ها بیاره و اگر با این فرمول میگفتش را اگه شما 400 تا کرسی در اختیار ما میذاشتین هیچ کدام از این مسائل پیش نمیومد، یعنی مستقیمن یا غیر مستقیم بهشون گفت که اگه شما بیارین دوباره به ما رأی بدین این قضایا پیش نخواهد اومد و امنیت شما تضمین. بنابراین دلیل دومش مسئله امنیت سرمایه برای طبقات بورژوا و مرفه جامعه کردستانه. اون در کنار این قضیه طبیعتاً چنان که تمام میدیای جهانی این رو پخش کرده به طور روزانه، خودت میدونی که یک فشار بسیار وسیع نظامی طی این چند ماه گذشته برای شهرها، روستاها و مناطق کردستان ترکیه در واقع وجود داشته. میدونی که در مواردی مثل شهر جزیر که اونجا خب با توجه به سیاست در واقع چی؟ سیاست اردوغان و حزب عدالت و توسعه برخی از مناطق کردستان اومدن اعلام خود مدیریتی کردن به همون سنتی که در واقع توی کردستان سوریه است و اینا و این محاصره شون کردستن، نیروی ارتش اومد اینا رو محاصره کرد طوری که آب اصلا وجود نداشت بخورن یا مثلا برق رو برید یا فشار شدید اجتماعی نظامی سیاسی آورد برای بسا این مردم و کل کردستان ترکیه رو ملیتاریزه کرد. و در کنار این قضیه بایستی بگیم که طی این دوره انتخاباتی فعالیت انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق ها هادپ رو به شدت زیر فشار بود، فعالینش رو دستگیر، بیش از 1000 نفر از فعالین این حزب رو و احزاب چپی و فلان اینا رو توی این مدت دستگیر کردن. اصلا هست شما اگه نگاه بکنین در این تورهای اجتماعی و اینا میبینین به وفور که مثلا میز یا دکه فلان تبلیغاتی هادپه رو میارن عناصر ناسیونالیست ترک و نیروهای اسلامی طرفدار به اصلاح آقای اردوغان حمله بهشون میکنن
نیروهاشون میزنن، کتکشون میزنن، چیزهاشون رو پاره میکنن، آتش میزنن و اینجوری تحت فشار ارعاب ترس ایجاد کردن برای این مبارزین و مدافعین. به گونه ای شد در کنار این، خودت میدونی که سه تا انفجار بزرگ شده، یه انفجار توی سروج، یه انفجار توی شهر دیار بکر، در حالی که اون میتینگ بزرگ تبلیغاتی رو گذاشته بودن آقای به اصلاح رهبر این حزب دموکراتیک خلق ها، و همچنین آخرینش هم که ما چیز آنکاراست دیگه که بیش از 100 نفر انسان جان خودشون از دست دادن و این به دعوت همین حزب دموکراتیک خلق ها بود، چیز خود شهر آنکارا. خب این مجموعه باعث شد که اصلا در واقع حزب دموکراتیک خلق ها فعالیت تبلیغاتی خودشو قطع بکنه برای اینکه امنیت جانی مردم رو، هواداراش و نیروهاش رو تضمین بکنه. و گفت نخواستیم اصلا ما این کار رو نمی کنیم، بگذار رأی از دست بدیم. این مجموعه بود به نظر من که باعث شد که در واقع 18 تا از نماینده هاش رو از دست بده و رفتن به سمت اونا، به سمت وسطایی، و سه تا دیگرشن برای حزب جمهوری خلق، خلق ترکیه بساط. 21 تا مجموعا از نمایندگانش رو از دست داد هدفه، و با 59 نماینده این بار در پارلمان ترکیه حاضر میشه و موفق شد علی رغم تمامی این فشارهایی که براش اومده بود، در واقع اون حد نصاب 10% رو بپرونه و موفق شد به داخل پارلمان بره، که از این زاویه خودش پیروزی هستش. شما به درستی گفتین که این یک پیروزیه برای در واقع حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزبی که شاید میشه گفت که یک نقش تاریخی رو برای نمایندگی مردم کرد برای اولین بار در پارلمان ترکیه انجام میده. به طور واقعی فکر میکنین که پیش زمینه‌های در واقع این موقعیت کردها در پارلمان و در سیستم سیاسی ترکیه چطوریه و چه جایگاهی داره و چه ارزیابی از این قضیه شما دارید؟ شما میدونین که طی 15 سال گذشته دولت ترکیه با استفاده از ده ها شیوه سعی کرد که از ورود نمایندگان کرد به پارلمان ترکیه جلوگیری بکنه. قبلا یک حزب دیگه بود به اسم DTP که حزب دموکراسی اجتماعی، این حزب که رهبریش یه مدتی هم دست شخصی بود به نام احمد ترک، حتما اسمشو شنیدین و کاملا چیز آشنا هستن، حتی در جامعه توی ایران در سطح بسیار چیز بین المللی. اینها تونسته بودن 20 نماینده انتخاب بکنن که اینا به عنوان در واقع چیه، آدمای مستقل، نمایندگان مستقل برن پارلمان ترکیه، منتخب کرد هستن و اینا به عناوین مختلف. اولا خود این حزب رو با استفاده از رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه ملغاش کردن، منحلش کردن. ثانیاً بخشی از این نمایندگان رو دستگیر کردن، به زندان انداختن. ما در گذشته مثلا کسایی مثل لیلا زانا، اشخاصی مثل سلیم صادق، شخصی به نام خطیب دیکل و یا اورهان دوغان، اینا همه دستگیر شدن و در سال 2004 اینا آزاد شدن که بعد تونستن یه حزب دیگری رو بجاین. همیشه اینجور بوده تا این 15 سال. به محض اینکه دولت ترکیه، که دولت اسلامی ترکیه، آقای اردوغان که از بسیار تمام این مدت سر کار بود و اینا، چون خودت میدونی این چهارمین ترمشه که اومده سر کار میگه الان، خب این در واقع چیکار کرده؟ همیشه به محض اینکه دیده اینا از زیاده خواهی میکنن، این مقداری پاشون رو دراستر گذاشتن از گلیمشون، میاد و دستگیرشون میکنه، به زندان میذاره، فشار میاره براشون، حزبشون رو ملغا میکنه. چند تا حزب در این تاریخ بودن، حزب مثلا صلح و دموکراسی،
یا مثلا همین حزب مثلا دموکراسی اجتماعی که بالاخره وقتی که اینا بعد این چیز کنگره خلقهای ترکیه و فلان اینا که بعد این هدف از دل اون در اومده. حالا مثلا فرض کن در سال 2007 رهبری به جای همین احمد ترک از دست داد رهبری رو، شخصی به نام نورالدین دمیرتاش شد رهبری، نه با همیشه هم دو نفره بودن اینا. بعد اینو بهانه براش جور کردن که شما به بهانه اینکه نری خدمت سربازی تو انجام بدی، تو مدرک جعلی پزشکی آوردی و به این بهانه انداختنش زندان. وقتی هم از زندان آزاد شد گفتن که شما باید چکار کنید، استعفا بدید، و مجبورش کردن که استعفا بدید. یعنی به عناوین مختلف ظرف 15 سال گذشته فشار در واقع امنیتی، سیاسی، اجتماعی وارد کردن بر احزابی که به یه شکلی خواهان دفاع از کردها و حقوق اقلیت کرد بودن در جامعه ترکیه. یکی دیگه از به اصطلاح این چیزشون همین ماجرای 10% حد نصاب دیگه، که علاوه بر گفتم انحلال احزاب سیاسی کرد، علاوه بر دستگیری نمایندگانشون، اینم به حساب گذاشتن که در واقع چیه، موفق شد. یعنی علی رغم تمام اون چیزایی که گفتیم در سوال اول که چه فشارهایی آوردن برای هدف، بالاخره موفق شدن اینا بیان داخل پارلمان اینا. و این خود این قضیه چیه، مکانیزمش چه شکلیه، من اینطوری میفهمم که هیئت حاکمه کشور ترکیه به این نتیجه رسیده که نمیتونه تا ابد هی اینا حزب دیگری ایجاد بکنن، هی اون بیاد اینو ملغا بکنه، هی مثلا نماینده به عنایالا تحت عنوان نماینده مستقل یا نماینده حزبی بفرستن پارلمان، این چقدر دستگیر بکنه، چون اینا مسئولیت پارلمانی در اینا اعمال ضد قانون اساسی خود این کشوره که این انجام میده، این دولت انجام داده و اینا تا این یک و نیم دهه گذشته. بعد اومدن به یه فرمولی رسیدن، این فرمولشون هم در واقع اینه که ما چکار بکنیم، یک حد اقلی اجازه بدیم که اینا بیان داخل پارلمان، ولی از اون حد نصاب اجازه ندیم زیاد پیشتر برن. و این ماجرای در واقع HDP که بار قبل تونست 13% خودت میدونید رای دیاره و اونجوری که پیش میره انتظارها همه این بود که بیشتر بشه رایش، و به این خاطره که اومدن از نیروی سرکوب ملیتاریسم فلان اینا استفاده کردن که در حد همون 10% و اینا نگر دارن که یه درسی بهشون بدن که آقا ما میتونیم. بعد اگه زیادی هم دوباره زیاد خواهی کردن، این بار دوباره نمایندگانشون رو میگیرن زندان میکنن، چون میدونی. بنابراین به نظرم 59 نماینده به جای 89 نماینده 5 ماه قبل به خودی خودش هم میتونه از زاویه این که گفتم اصلا تونستن برن پارلمان پیروزیه محسوب میشه، همین که میتونه نباشه، چون حتی 100 تا هم باشه بستگی داره که تو چه کار میکنی با این نمایندگان، یعنی که هنوز بایستی دی که چقدر میتونی در واقع این رو چه کاری میخوای، چه سیاستی میخوای دست پیش بگیری و اینا. به نظرم اونه که تعیین خواهد کرد در واقع چیه، در آیه که این در آتی روشن خواهد شد بیشتر. شما به خوبی گفتید، یعنی در واقع سوال من از همینجا آغاز میشه که خصوصا این حزب دموکراتیک خلق‌ها که الان در واقع در مجلس حضور داره و در واقع یه حزب سومین حزب پارلمان هست و اینها، این در گذشته یه نقش بسیار مهمی در مذاکرات صلح بین دولت و پیکاکا داشته و مهمتر از اون در انتخابات قبلی خصوصا تلاش کرد که یک رابطی بین همه چپهای ترکیه، سکولارها، همجنسگرایان، به قول معروف جریانات و اقلیت‌های ملی، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های مختلف اجتماعی توی ترکیه باشه و تا حد زیادی بیانگر یک
گوناگونی سیاسی و رادیکال در مقابل دولت ائتلاف و عدالت و توسعه و جریانات راست در اونجا باشه. فکر میکنین چشماندازها چه خواهد بود و چه وظایفی در مقابل چپ ترکیه و خصوصا حزب دموکراتیک خلق ها وجود خواهد داشت، خصوصا با توجه به تلاش اردوغان برای تغییر قانون اساسی و اینکه شاید حتی تغییر قانون اساسی رو به همه پرسی بگذاره؟ خیلی واضحه که در طی 4 سال آتی فشار شدیدی بر همین نمایندگانی که تونستن برن داخل پارلمان، همین 59 نماینده خواهد بود. اردوغان سعی خواهد کرد و طبیعتاً آقای داوودوغلو از اونم همینطور که فاصله بندازه بین این نمایندگان و جنبش های اجتماعی در داخل ترکیه و در کردستان ترکیه. به نظر من در پاسخ این سوال باید بگم که همه چی بستگی داره به این که چقدر HDP حزب دموکراتیک خلق ها وفادار خواهد بود به شعارها، به سیاست ها و به پرینسیپ های خودش، چقدر میتونه نیروی نهفته رادیکال در خیابان ها و کارخانه ها و دانشگاه ها و فلان اینا، مراکز محلات و فلان اینا رو بسیج بکنه و چقدر میتونه این مسئله رو که نیروی پارلمانی در واقع چی مدافع اونا و سخنگوی اون جنبش ها بشن. اگه بتونه این کار رو انجام بده که نشانه های خوبی هست که برنامهش همینه، طبیعتا زیر فشار خواهد گذاشت اونا رو و جامعه ترکیه رو در واقع بسیج خواهد کرد به سمت اینکه خب اون نیروی ارتجاعی حزب عدالت و توسعه رو در اجتماع منزوی تر بکنن، ضعیف تر بکنن و نیروی ترقی و صلح و برابری و اینا رو بیشتر بسیج بکنن. اگر نه اینا حزب عدالت و توسعه بتونه با فشار، با زندانی کردن، با پاپوش درست کردن برای نمایندگان و اینها، با چه میدونم سیاست در واقع هویج و کتک از اون طرف دیگه به یه شکلی بتونه به سازششون وادار بکنه، نماینده هاشون و یا تعدادشون و فلان اینها، در اون صورت ممکن در واقع خب چون که شما میدونین که در تحلیل نهایی الان حزب HDP یک حزبیه در یک داخل پارلمانی کار میکنه، اونم چه پارلمانیه؟ پارلمانیه توی یک کشوری به نام ترکیه که تفاوت هست بین این نظام پارلمانی با نظامهای پارلمانی که در کشورهای غربی هست. در ترکیه جزء لایه تجزای این سیستم سرکوبه، در اون یه ظاهره که در ظاهر برای اینکه بگن بله نظام اسلامی هم میتونه دموکراسی بده و فلان اینا اینو آوردن و الا طبیعت واقعی احیق حزب اسلامی ما دیدیمش توی ایران چجوریه، اساسش سرکوبه و کما اینکه اونام دست کمی ندارن، روزنامه نگارها تو زندان هستن، تلویزیون ها رو میبندن، در ظرف همین چند ماه گذشته ما نمونه هاشو دیدیم و فشار میارن، زندانی میکنن، فعالین احزاب سیاسی مخالفشون رو میگیرن زندانی میکنن، کتک میزنن در داخل خیابان، فشار میارن برای مردم، پرونده سازی براشون میکنن. اگه بتونه حزب آق پارتی، حزب عدالت و توسعه با این فشارهایی که عرض کردم بخششونو به سازش وادار و فلان و اینها، در اون صورت به اصطلاح HDP نمیتونه کار چندانی از پیش ببرین. گفتم یادمون باشه که اولا بدونیم که HDP در موقعیت فعلی نمیتونه چیز زیادی به نظر من طی 4 سال آتی برای کردهای کردستان ترکیه بیاره، چون که حل مسئله کردستان ترکیه در گرو تغییر قانون اساسی ترکیه است.
قانون اساسی ترکیه برای تغییرش احتیاج به 2/3 آرا است، نه تنها 59 تا یا 80 تای قبلی، 100 تای اونا هم کاری نمیتونه بکنه. یعنی 100 تای اونا هم با 134 تای حزب جمهوری خلق اونم باز همه 2/3 نمیشه و حتی نصف نمایندگان هم نمیشه. بنابراین فقط یه اهرم فشار میتونن اینا عمل بکنن فعلا برای افشاگری، چون بالاخره برنامه های پارلمانی اونا رو در دست خواهند گرفت، میدونن سیاست هاشون دقیقا چیه و میتونن افشاگری بکنن در داخل پارلمان یا از طریق مدیا و فلان. این از این جنبه مفیده، منتها بایستی در واقع هدف بتونه از این 4 سال استفاده بکنه که با استفاده از اون اطلاعاتی که از داخل پارلمان به دست میاره از سیاست های مزورانه، سیاست های ضد خلقی، سیاست های ارتجاعی حزب حاکم و اون حزب داخل ناسیونالیستی وسط اونجا که با افشاگری و فلان اینها جامعه ترکیه افکار عمومی رو بیشتر آماده بکنه برای قدم های بعدی خودش و برای قدم های بعدی، برای اینکه جامعه بالاخره نظام فدرالیستی یا کنفدرالیستی که مورد بی دلیل نیست که آقای اوجالان مثلا در همین چند سال گذشته اصلا دست برداشت از مسئله استقلال کردستان و اینها و آمد سیاست کنفدرالیسم رو آورده، چون که میدونه تا زمانی که اولا خب اینا اکثریت هم ترک ها در ترکیه و راه حل نظامی اونجوری تا ابدالآباد اینا با جنگ نمیتونن به حقشون برسن، چون ارتش یکی از ارتشای مهم ناتو رو داره و به این دلیله که میاد به یک حالتی در واقع که ما در داخل همین سیستم خواهیم بود، منطقه سیستم دولت ملت نباشه، سیستم کنفدرالیستی باشه و میار از پایین جامعه رو سازمان بده و به این خاطر در واقع نفسی برای شرایط ایجاد، فضای ایجاد بکنه که مردم کرد بتونن نفسی بکشن و سیاست های مورد نظر خودشون و خودشون اجرا بکنن، سیاست های اقتصادیشون و فلانه. بنابراین رفیق بستگی به این داره که چقدر هدفه در ظرف 4 سال آتی بتونه از طریق افشاگری، از طریق آگاهی از سیاست های اونا اینو افشا بکنه در داخل جامعه و مقاومت بیار در مقابل فشارهای اونها و پای پرینسیپ های خودش وایسه و دوباره با از طریق سیاست ائتلاف و اتحاد و فلان اینها و سیاست راه انداختن جنبش های وسیع اجتماعی بتونه اونا رو ایزوله بکنه. به نظر من بسیگی به این خواهد داشت در حال حاضر، یعنی اینا یک قدم پیروزیه به نظر من، این یک قدم مثبته که رفتن داخل پارلمان. قدم های بزرگتری هنوز الان در راهه، یعنی حالا فعلا رفتن به جنگ این دیوی که خب چند برابر اینا رای دار و فلان اینا و عرض کردن پاپوش درست کردن ها و چیزای اینا در راه هم اینا میان و باعث این خودشون آماده بکنن هم در داخل پارلمان به جنگن با اونا، همین که بیرون پارلمان و در سطح اجتماع خودشون سازمان بدن و مردم رو در کردستان و در ترکیه سازمان بدن. تلویزیون برابری در ادامه تجزیه و تحلیل موضوع بحران جهانی پناهندگی و موج پناهجویان در اروپا، این بار سراغ یکی دیگر از تحلیلگران سیاسی رفتیم تا این مسئله رو از زوایای دیگر مورد بررسی قرار بدیم. خانم فروغ اسدپور، نویسنده، مترجم و پژوهشگر مارکسیست در اروپا. ما ایشون رو از طریق اسکایپ با خودمون همراه داریم. فروغ اسدپور عزیز، من بهت خوش آمد میگم از اینکه با بینندگان تلویزیون برابری همراه شدی و میخوایم سر این مسئله مهم با هم گفتگویی داشته باشیم. با سلام خدمت بینندگان تلویزیون برابری، خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم. واقعیت این هستش که خب مسئله پیچیده است، مسئله سوریه یک عامل به اصطلاح کشورهای غربی و امپریالیسم هستش، آمریکا، اروپا که با دخالت‌های خودشون در واقع اون منطقه رو به آتش کشیدن و الان ما شاهد این هستیم که افغانستان، لیبی، سوریه، عراق و 5 تا کشور توی اون منطقه عملاً فروپاشی و یمن
عملا 5 تا کشور دستخوش فروپاشی شده تو منطقه تو همین چندین سال اخیر و این جای خیلی تعجب داره به نظر من که اولا که خوب میگم این نقش نیروهای خارجی مهمه، نقش چیز روسیه به نظر من مهمه، مثلا اینکه میخواد در واقع با آمریکا و با غرب یه رقابت هایی توی منطقه داره، بعد از طرفی که حالت کشورهای مثل ایران، ترکیه و عربستان سعودی سن داشته و از طرف دیگه هم خب میشه رژیم در واقع بشار اسد و اون خصلت استبدادی بورژوازی ملی توی این کشورها و اون میراث تاریخی اصولا خاورمیانه، میراث تاریخی یعنی ورود دیرهنگام و بدهنگامش میتونم ادعا کنم به بازار جهانی، به جوگه کشورهای سرمایه داری، به جوگه نظم جهانی در واقع و بعد اختلافات و یا شکاف ها و مشکلاتی که از قبل در واقع در پیشا سرمایه داری این منطقه انباش شده بود، مثل موضوع دین، موضوع سکولاریسم، موضوع دموکراسی، حتی پارلمانی دموکراسی در حد حتی حد اقلیش، اینا همه چیزهایی بود که انباش شده بود به علاوه میراث به نظر من شوروی سابق و اون سیاست در واقع راه رشد غیر سرمایه داری که چپی رو پرورش داده بود، باز این هم ادعایی که میشه سرش بس کرد، چپی رو پرورش داده بود که مرتب نگاهش رو به بالا بود و از بورژوازی ملی، از نیروهای مترقی به هر قیمتی دفاع میکرد، استقلال سیاسی به هر قیمتی دفاع میکرد، ولی متوجه نبود که در واقع وظیفه چپ فقط این نیستش که از استقلال سیاسی به اصطلاح کشور ملی دفاع بکنه، بلکه وظیفه اصلی ترش این هستش که خودش رو به عنوان نیروی سیاسی جدی، به عنوان نیروی سیاسی ترانسفورم کننده رادیکال و اینکه میتونه در واقع جامعه رو دستخوش دگرگونی بکنه، خودش رو شکل بده، کادرسازی بکنه و جامعه رو در واقع توی جامعه ریشه بدواند به معنای این چیزها. خب همه در واقع از نظر دور داشته شده بود و این حجم از مشکلات با ورود به اصطلاح کشورهای غربی و رقابت روسیه و بعد اون رقابت‌های در اون منطقه بین کشورهای بزرگ اون منطقه ایران، عربستان، ترکیه به این شدت در واقع با این وضعیت خودش رو به شکل انفجاری نشون میده. جنبش داخلی توی سوریه به وجود میاد متأسفانه مثل بهار عربی، این هم دستخوش در واقع یک مرگ زودهنگام میشه که این خودش به نظر من جای سوال داره که چرا توی منطقه در واقع جنبش های اجتماعی در این سطح، در این حجم، در این مقیاس با این سرعت پروکش میکنن و بعد به چنین نتایج و این پیامد های فاجعه باری میانجامه. حتی خود ایران قبل از اون جنبش 88ش منظورم هستش، اینا همه نیازمند به اصطلاح چیز جنبندی هستش که حالا بمانه، ولی در واقع این هستش علت این موج راه افتادن پناهنده ها به سمت غرب که گفتم از 400 هزار نفر فعلا. و روی کردی که در واقع تو کشورهای غربی هست نسبت به پناهنده هایی که دارن میان خب دوباره است، از یک طرف به اصطلاح کشورهای غربی جنگ همه علیه همه رو دارن تجربه میکنن، مثلا کشور دانمارک عملا آگهی داده تو روزنامه های لبنان، روزنامه های اون منطقه که وارد خاک دانمارک نشید، دانمارک از شما استقبال نمی کنه و بعد در واقع به نوعی کشورهایی مثل کشورهای بلوک شرق سابق مثلا دهستان، مجارستان و اونها هم ادعا کرده بودن که ما دارای همگنی های فرهنگی و ملی هستیم و نمیتونیم با اصطلاح قومیت های مسلمانی که انتگراسیونشون سخت هستش توی فرهنگ ما کنار بیان به خاطر ما معذور بدارید و به هر حال یک وضعیت جنگ هم علیه همه تو اروپا را افتاده بود و اینکه هیچ کنون حاضر نبودن مسئولیت بپذیرن به جز یکی دوتا کشور بزرگشون و این شد که ما میبینیم الان در واقع طبق معمول تو سرمایه داری همیشه اینطوری هستش که هماهنگی همیشه بعد از وقوع حادثه اتفاق میفته، یعنی الان هستش که اینا فکر کردن که یک در واقع سهمیه بندی بکنن، یعنی پناهنده ها رو سهمیه بندی بکنن، هر کشوری به اجبار باید تعداد از اینها رو برداره که خب این معلوم نیستش که به جایی برسه، ولی احتمالش خیلی زیاد هست که فشار کشورهای اصلی اتحادیه اروپا، کشورهای شرق اروپا رو که
حاضر نیستن بهش عنوان سهم بردارن رو مجبور بکنن که اونها هم سهم خودشون رو بردارن، مجبور دانمارک مجبور شه سهم خودش رو برداره و به همین ترتیب. از طرف دیگه توی اینجا تو کشورهای اروپایی اصولا به نظر من میشه سه تا رویکرد پناهنده ها رو تشخیص داد. یک رویکرد، رویکرد اومانیسم به اصطلاح خودانگیخته خوشقلب انسان های معمولی هستش که حمایت میکنن کسایی که به هر حال خوشبختانه به راست گرایش ندارن و از گرایشات راسیستی برکنار بودن. اینها خودانگیخته در واقع به این مردمی که میان کمک میکنن، لباس میبرن بهشون، همه جور سعی میکنن خدمات بدن. این خودانگیختگی خیلی مثبتی هستش که به نظر من قابل تمجید و تحسین و ستایش هستش. یک به اصطلاح اومانیسم تجاری شده ما داریم از طرف کشورهای اروپایی، در واقع از طرف دولت مرداشون، از طرف شرکت هاشون، که اگر به اصطلاح ادعا میکنن که انسان دوستانه دارن برخورد میکنن با این پناهنده ها، با این پناهجویان، ولی در واقع یک گوشه چشم تجاری به این مسائل دارن. یعنی که اینها چه درد ما میکنن، چه استفاده میتونیم از اینها بکنیم. یعنی منطق بازار و منطق دولت این که هزینه هاش کم بشه، زیاد نشه با وجود اینها، این مسئله داره نقش جدی بازی میکنه. یک اومانیسم دیگه هم که ما باید میداشتیم، در اومانیسم میخوام بگم سوسیالیستی خیلی جدی، که بایست میتونست در واقع پیشا پیش حتی هر و نقشه میداد یا در واقع انتقاد میکرد از وضعیت کشورهای سرمایه داری. ما میبینیم یه همچین چیزی خیلی کمه یا اصلا وجود نداره. یعنی اینکه چپ اروپایی رو که من میبینم در واقع در یک رابطه فوق‌العاده تدافعی انتقادی با راست قرار داره که اصلا وای 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 چقدر بده این کارهایی که شما میکنین، شما آبروی ما رو بردین، یا اینکه این اصول انسان دوستانه نیستش که شما پناهنده ها رو اینجا راه نمیدین، پناهنده ها رو اینجا قبول نمیکنین. یک جور در واقع انگشت اشاره و انگشت اتهام به سمتشون بلند کردن هستش، ولی واقعا استراتژی خودشون ندارن. هدفی دراز مدت پشت این نیست که مثلا دارم میگم، اگر راستا بگم به فرض شما بگین که 10 میلیون فرد مهاجر وارد اروپا بشه، آیا ما بازم باید اینا قبول بکنیم؟ خب اون وقت چپ ها چه حرفی دارن در مقابل اینا بگن؟ چپ ها اون موقع معمولا حالت تدافعیشون رو تشدید میکنن. یعنی که میخوام بگم نقشه دراز مدت، برنامه دراز مدت ندارن و چون همش دوست دارن که این مینستریم یا این وسط ایستادن رو تجربه میکنن که مردم عادی رو بیشتر به سمت خودشون بکشن، در نتیجه برنامه رادیکال ارائه نمیدن و مواضعشون هم در حد انسان دوستی در واقع همون مردم عادی هستش و نه بیشتر. و این خب به نظر من خیلی اسفناکه. در واقع اینکه توی اروپا میبینیم راست هستش که چیز داره، دستور کار داره، یعنی میدونه که داره کجا میره، چی کار میکنه با احساسات حالا اون بخش هایی که بهش گرایش دارن و دولت ها رو تهدید میکنه و همه اینها، ولی چپ عملا به نظر من فاقد برنامه است توی اروپا هم. این چیزهایی بود که به نظر من میرسید. حالا اگر که شما سوال دیگه داشته باشین من میتونم بیشتر صحبت کنم. فروغ اسدپور عزیز، تو به پاری از دلایل و ریشه های بحران در خاورمیانه که این موج پناهندگی ناشی از این بحران و در واقع تبدیل شدن خاورمیانه و شمال آفریقا به یک باتلاق تمام عیار است اشاره کردیم. مسائلی مثل جنگ طلبی و اشغالگری امپریالیستی، مسئله تقویت بنیادگرایی و اسلام سیاسی، مسئله ماهیت استبدادی رژیم های منطقه از جمله خود رژیم استبدادی بشار اسد و نیز دخالت رژیم‌های ارتجایی منطقه نظیر عربستان، ترکیه، ایران در حوادث خاورمیانه. اینا مجموعه دلایلی هستند که دست به دست هم دادن تا این خاورمیانه غیر قابل کنترل بشه و ابعاد پناهجویان تقریبا سر به بیش از 10 میلیون بزنه که روز به روز هم داره افزایش پیدا میکنه. شما در صفحه فیسبوک خودتون از منظری جدید هم سعی کردید به این مسئله بپردازید و اینکه این موج پناهجویان که اکنون به اروپا آمدند، علارغم اینکه حق انسانی اینها میدونید که در اروپا ساکن بشن و حق پناهندگی اونها به رسمیت شناخته بشن، تذکر دادید که این پناهندگان که میتونن چند ده هزار دلار یا یورو جور کنن و خودشون و خانوادهشون رو از طریق قاچاقچیان و با قطار و
و انواع و اقسام روش‌ها به اروپا برسانند، نوری میاندازه بر اون میلیون‌ها پناهجویی که در کمپ‌های ترکیه و لبنان و اردن و سایر نقاط گیر کردن و حتی این توانایی مالی رو هم ندارن که از اون شهری که هستن یا منطقه‌ای که هستن چند صد کیلومتر اونورتر بیان. یعنی اون نیروی اصلی که اونجا باقی مونده فقیرترین، زحمتکش‌ترین لایه‌ها هستن که در این کمپ‌ها گیر افتادن و حتی از امکانات همین اقشار که به اروپا میان هم برخوردار نیستن. دومین نکته‌ای که در نوشته خودتون در فیسبوک به اون اشاره کردید، این نیازی است که سرمایه اروپایی به ویژه کشورهای پیشرفته و گرداننده اتحادیه اروپا نظیر اقتصاد آلمان به نیروی کار جدید و متخصص داره. به حال نیروی کارشون پیر شدن، بسیاری بازنشسته شدن و این صندوق‌های بازنشستگی و بیکاری در این کشورها نیاز دارن به نیروی کار جدیدی که ده‌ها سال بتونن کار بکنن، مالیات بدن و این صندوق‌ها رو پر بکنن. اگه میشه این مسائلی رو که در نوشته خودتون مطرح کردید بیشتر برای بینندگان ما بشکافید. ممنون. همونطور که تو صفحه فیسبوک هم نوشتم، ما هممون در واقع وظیفه انسانی داریم که از ورود پناهنده ها حمایت بی قید و شرط بکنیم و این حق رو، حق زندگی رو به رسمیت بشناسیم و اینکه هر کسی هر جای دنیا هست امکان این داشته باشه که بدون توجه به مرزهای ملی در واقع در رفت آمد باشه. چون این که یک طبقه بین المللی سرمایه دار بورژوا امروز شکل گرفته که هیچ مرز ملی جلو دارش نیست، هیچ مرز ملی مانعی براش تلقی نمیشه. شرکت های سرمایه داری هر کجای دنیا دوست دارن در جستجوی نیروی کار، در جستجوی مواد خام، در جستجوی دانش، در جستجوی گسترش در واقع بازارهاشون در حرکت هستن. ولی در واقع همین حق برای اکثریت ساکنین کره زمین به هیچ عنوان صادق نیست و در واقع اکثریت کره زمین از این حق محروم هستن. بنابراین یک اصل خیلی ساده انسانی هستش که ما مرزهای ملی رو در نهایت ظالمانه میدونیم، قبول نداریم، به ویژه با توجه به تغییرات جوی، آب و هوایی و اقلیمی و همه مسائلی که جهان امروز هستش، اصلا نمیتونیم همچون چیزی رو، مرزهای ملی رو قبول داشته باشیم در پرنسیپ، در اصل، در تئوری. بنابراین ما از این دفاع میکنیم که این انسانها بتونن اینجا بیان. ولی مسئله دیگه ای که هست اینه که گفتم موضوع بعدی این هستش که واقعا باید سودبار بود برای خاطر این منطقه، برای خاطر سرنوشت اون منطقه و ضعف مقاومتی اون منطقه، ضعف نیروهای مترقی و رادیکال و حتی دموکرات اون منطقه که قادر نشدن در واقع یک جور شبکه بین خودشون، بین این کشورها درست بکنن، بین این ملیت‌ها درست بکنن و بتونن نارضایتی بسیار بسیار شدید و حاد داخلی خاورمیانه رو به نوعی کانالیزه بکنن، به نوعی جهت بهش بدن، به نوعی رهبریش بکنن. اگرچه میدونم این کلمه در ذهن خیلی از چپ‌های امروزی شاید انحرافی باشه، غلط باشه، ولی واقعیت اینه که یک جنبندی از بهار عربی، یک جنبندی از وضعیت کلن خاورمیانه نشون میده که چقدر این فقدان اعتماد به نفس در چپ، فقدان استراتژی دراز مدت، فقدان رهبری چقدر جدی هستش. و این به معنای نیستش که شما وقتی از رهبری حرف میزنی از استبداد حرف بزنی یا دیکتاتوری حرف بزنی یا از تمرکز شدید و غیر دموکراتیک حرف بزنی، بلکه از این حرف میزنی که بتونی مدیریت بکنی نارضایتی رو، بتونی مدیریت در معنای باز بعد کلمه بلکه به معنای اینه که تو بتونی جهت بهش بدی، خطی بهش بدی، سمت و سوی بهش بدی. و اینکه بس گفتم اینکه این نیروی جوان، این نیروی تحصیل کرده، این نیروی که میتونست در واقع مثمر ثمر واقع بشه تو همون منطقه، تو همون کشور خودش، خیلی کارهای رو پیش ببره، مقاومتی رو سازماندهی بکنه، به این برمیاد، از نظر من جای سوگواری داره. ولی در این حال گفتم از اومدنشون باید استقبال بشه و خوش آمد بهشون گفته بشه. موضوع بعدی این هستش که ما با یک جهانی سازی در واقع تکنو سرمایه داری رو هستیم، تکنو کاپیتالیسم رو هستیم که به شدت روی تکنولوژی، روی دانش و حتی اون چیزی که بهش میگن تسیت نالج، یعنی دانش به اصطلاح نانوشته، کدی فاید نشده، دانشی که تو کتاب ها و اینها نیست، هنوز رسمی نشده ولی به اصطلاح در زیر ساخت های انباشده کشورها و فرهنگ ها هستش،
این سرمایه‌داری دنبال همه چیز امروز داره میره در واقع و یه همچین مواد خامی رو در همه جا جستجو میکنه. بنابراین براش خیره، در واقع جنگ براش خیره، به خاطر اینکه خب انباشت سرمایه فوق انباشت شدهش رو میتونه بعدها دوباره توی جنگ ها و بعد از جنگ ها برای بازسازی اون منطقه استفاده بکنه، و از طرف دیگه اون نیروی کاری که مورد نیاز داره، مورد نیازش هست، به خصوص نیروی کار متخصص رو امروز گفتم مفت و مسلم و مجانی و رایگان به عنوان یک موهبت الهی که از آسمون افتاده رو دامنش از خاورمیانه دریافت میکنه، یا از کشورهای دیگه، یا از کشورهای اروپای شرقی، حتی اروپای جنوبی ما و کشورهای دیگه. بنابراین این یک مسئولیت رو از گوش سرمایه‌داری در واقع مرکز برمی‌داره. سرمایه‌داری مرکز قبلا به خاطر اینکه نیروی کار قبلی رو جایگزین بکنه با نیروی کار جدید، مجبور بود که دست به یک استراتژی داشت، یک سیاستی داشت از طریق اعمالش، از طریق دولت‌هاش. اون هم این بود که در واقع ذخایر هوشی طبقات پایین رو بسیج بکنه. یعنی اینکه بچه‌ای که مثلا پدرش کارگر ماهر بوده، الان که دیگه زیر ساخت‌های اقتصادی عوض شده و زیر ساخت‌های اقتصادی دیگه در واقع با کارخونه‌های فوردیست قدیم جور نیست، سازگار نیست، این بچه بتونه فردا یک فونکسیون های دیگه رو برده بگیره، مثلا میشه کارگر ماهر، مثلا میشه تکنسیان. وقتی که شما با این نیروی عظیم مفت و مسلح مجانی تحصیل کرده رایگان رو برمیشه که متخصص هم هستن و خیلی کار ازشون برمیاد، پس در واقع سرمایه‌داری این ور، دولت این ور که به اصطلاح به جای ویلفیر وارفیر را انداخته، به جای سیاست های رفاهی، سیاست های جنگ طبقاتی بالا علیه پایین رو را انداخته، در واقع خلاص میشه از بخشی از مشکلاتش دست کم. و ما این رو میبینیم واقعا توی کشورهای مرکز که اینها اونقدر دیگه چیز نمیکنن، هزینه نمیکنن برای اقشار پایین، برای طبقات پایین، و این رو تو تمام سیاست های رفاهی، مالی، ببخشید بهداشتی، نمیدونم سلامتی، آموزشی، تحصیل، پدagogیکی، تو همه چیز شما میتونید رو ببینید که در واقع اینها دارن این باری رو که دوششون بود کم میکنن به خاطر اینکه نیروی کار ارزان از جای دیگه داره وارد میشه. بعد از طرف دیگه یه مشکل دیگه که به وجود میاد این هستش که این بخش به اصطلاح حالا بهش میگن آندر کلاس، من قبول ندارم، ولی اقشار حاشیه طبقه کارگر که در واقع دستشون دیگه از تمام خدمات کوتاه هستش، این بخش از طرفی با کینه اقشار خیلی نگاه میکنه که وضعشون بهتر شده، خیلی هم بهتر شده، به ویژه اقشاری که وضع مالیشون خوب شده تو چند سال، و از طرف دیگه به این اقشار تازه وارد در واقع با کینه و خصومت نگاه میکنن. اینم علتش ذاتی این اقشار نیستش، یعنی نیست که اینها آدمهای بدی هستن، ولی علتش اینه که طرف در واقع تو اضطرار قرار داره، تو اضطرار اقتصادی، تو اضطرار فرهنگی، و ناتوانی و یأس و بی‌قدرتیش برمیگرده به این سمت کانالیزه میشه که از همه کسایی که یکم وضعشون از این بهتره نفرت داشته باشه، کینه داشته باشه. ساختارهایی که تو این جوامع هستن راسیسم رو دامن میزنن، مشروع جلوه میدن و تحت نام ناسیونالیسم، تحت نام اسلاموفوبی یا ترس از اسلام، ترس از خاورمیانه، ترس از هویت‌های عقب مونده، ترس از فرهنگ اونها، در واقع این رو خوراک بودن بهش، تغذیه میکنن این اقشار رو که بترسیم از این اقشار تازه وارد. اینا هستن که نون شما رو دارن در واقع آجر میکنن، اینا هستن که کار شما رو از دستتون در میارن و رفاه کم میشه چون بار اینها سنگین روی دولت اینا. در نتیجه یک شکاف جدی درون طبقاتی میتونم بگم اینجا به وجود میاد بین این اقشاری که از جامعه در واقع حذف شدن، کنار گذاشته شدن، به حاشیه رونده شدن، و اقشار خارجی تبار که بخشی از اونها هم مسلماً بخش زیادی از اونها هم به حاشیه رانده خواهند شد، چون جامعه تمام در واقع پتانسیل اینو نداره، اون برنامه ریزی نداره که از همه این نیروهایی که میان استفاده بکنه. بنابراین یک جنگ داخلی هم اینجا راه میفته و جنگ بالا علیه پایین به نوعی تشدید میشه، راسیسم بیشتر میتونه بشه. حالا اینکه جلوی این رو ما بتونیم بگیریم، گفتم نیازمند استراتژی های درستی هستش که چپ اروپا فاقدش هست، یعنی اصلا نمیتونه از اصطلاح تقابل عشق هومانیستی و قانون فراتر بره، نمیتونه یک طرحهای دراز مدتی داشته باشه. بنابراین پس ما که اروپا هم شاهد تشدید تضادها خواهیم شد که از نظر من مشکل جدی نیست، یعنی به این معنا که من نمیترسم از این تضادها، ولی ترس از این تضادها جایی هستش که چپ حضور جدی نداشته باشه، چپ برنامه نداشته باشه، و
درنچه آب به آسیاب راست ها ریخته بشه و اونها شما به بنبستی که در اروپا اکنون دوچارش هستن، نه تنها سیاست مداران راست، بلکه حتی از فقدان برنامه توسط نیروهای چپ، یک برنامه منسجم توسط نیروهای چپ و یک سیاست روشن اشاره کردید. خب پرسش اینه که اگر یک بدیل سوسیالیستی، فرض بگیریم نیروی سوسیالیست رادیکال در یونان، دانمارک، هلند، هلند چند میلیونی در مصدر امور بودن، یعنی نیروی اصلی جامعه بودن و بدیل حاکم بر اون جامعه بودن، خب آیا از اون کشور چند میلیونی مثلا میشه انتظار داشت که فرض 15-20 میلیون پناهنده سوری رو بپذیرن یا 10 میلیون پناهنده افغان یا عراقی یا ایرانی رو بپذیرند؟ یعنی این مسئله بار دیگه بر یک نکته تأکید میکنه و اون این که بسیاری از مسائل کنونی جهان ما از بحران زیست محیطی گرفته تا مسئله فقر و بدبختی در بسیاری از کشورها گرفته و از جمله همین بحران جهانی پناهندگی در مقیاس یک کشور قابل پاسخدهی و قابل حل نیست، یک پاسخ جهانی طلب میکنه. در واقع اون حرفی که کارل مارکس زده بود که مسائل نظام جهانی سرمایه و مسئله برچیدن کامل نابرابری طبقاتی و هر نوع عنصر سلطه رو ما از طریق انقلاب جهانی باید حل بکنیم، بیش از هر زمان در شرایط کنونی خودش رو به اثبات میرسونه. اون رویایی که ویکتور هوگو، انسان دوست شریف و خالق رمان بینوایان داشت، در اون نطقی معروفی که در کنوانسیون فرانسه کرد، گفت که من رویای یک ایالات متحده اروپا را دارم. هرچند کاریکاتوری از اون تحت عنوان اتحادیه اروپا شکل گرفته، ولی همه میدونن که اتحادیه اروپا تحت تسلط بلامنازی دو سه کشور قدرتمند این قاره، یعنی فرانسه، آلمان و غیره هست و سایر کشورها به هیچ وجه وارد یک مناسبات برابر حقوق نمیتونن بشن. خب من میدونم که شما در نوشته ها و کتبتون بارها به این مسئله اشاره کردید که اعتقادی به اینکه در چارچوب یک کشور بسته بشه سوسیالیسم رو به طور کامل پیاده کرد ندارید و معتقدید که امر سوسیالیسم رو باید از طریق یک انقلاب جهانی به پیش برد و سوسیالیسم به طور کامل در مقیاس جهانی پیش میره. حالا در مواجهه با این بحران پناهندگی که ما شاهدش هستیم و صحنه‌های هولناکی رو ما در رسانه‌های مختلف می‌بینیم، از جمله مرگ دلخراش اون کودک 3 ساله کرد سوری آیلان کردی، پاسخ سوسیالیست‌ها، بدیل سوسیالیست‌ها، جوابی که می‌تونن به انبوه میلیاردی انسان‌های شریف و زحمتکش بدن که این مسائل کلان بشر چجوری میتونه حل بشه و راه حل به ما چیه، اینو ما چجوری میتونیم چیز بکنیم؟ چون ما بارها تو برنامه های خودمون بارها اشاره کردیم که از حق بیچونه چرای سفر، از حق بیچونه چرای شهروندان برای گزیدن محل اقامت خودشون حمایت کردیم، از جهانی آری از میهن و وطن دفاع کردیم، آری از پاسپورت، جهانی بدون مرز که انسان‌ها برابر حقوق با هم زندگی بکنن. این بحثی رو که ما بارها، این آرمانی رو که ما بارها و سالهاست که طرح می‌کنیم، در این بحث مشخص، در این کاتگوری مشخص چگونه توضیح داده میشه؟ بله، در تو با این موضوعی که شما اشاره کردی صحبتی هم من در واقع فیسبوک هم کردم و گفتم که در واقع با توجه به وضعیت کنونی ما شاهد این هستیم که امکانات زندگی روی کره زمین اصولا با توجه به بحران‌های زیست محیطی که فزاینده‌تر و فزاینده‌تر خواهد شد در آینده داره بیشتر کاهش پیدا می‌کنه. در یک چنین وضعیتی حالا ما انبوهی از مشکلات دیگر هم خواهیم داشت، یکیش هم در واقع پناهنده‌هایی هستن یا افرادی هستن که مهاجرت می‌کنن برای زندگی آروم‌تر، بهتر به سمت اروپا. اروپا نمیتونه در واقع تمام اینها رو پس بزنه و کلن وضعیتی که وجود داره تضادهای درون ماندگاری در سرمایه داری هست، تضادهای چندگانه هست که عملا سرمایه داری رو از ارائه راه حل باز داشته، به خاطر اینکه
دو منطق در کنار هم دارن عمل میکنن، یکیش منطق سرمایه است، یکیش منطق قلمرو مقداری دولت های به اصطلاح ملی و فراملی و منطقی اونها هست که هنوز میبینید چقدر درگیر بازی های قانونی و حقوقی هستن. توی یک همچین وضعیتی چپ اروپا آره در واقع به نظر من به علت نداشتن اون رادیکالیسمی که لازمه این شرایط هستش، به علت نداشتن یک چشمانداز تئوریک مناسب، در واقع واقع به یک راه حل دراز مدت هست. درنچه اومانیسم هست، اومانیسم در واقع خوشقلبی و اومانیسمی که در واقع دلسوزانه هستش و همه اینها خوب، ولی در تقابل به اینه گفتم عشق و قانون گرفتار شده، یعنی نمیتونه از این فراتر بره. در حالی که چپی که ما احتیاج داریم، چپ سوسیالیست کمونیستی که ما احتیاج داریم، در واقع باید خواهان یک وضعیت جهانی باشه که من بهش گفتم دولت سوسیالیستی جهانی، که به یه دی از دوستان برخورد یعنی ناراحت شدن، علت چون این هستش که دولت از نظر اینا اون دوب پرپره اینه که دیگه ما نباید هرگز بهش فکر بکنیم، به علت یک زمانی استالینی وجود داشته، یک زمانی خمرهای سرخ وجود داشتن، یک زمانی نمیدونم هزار یک مشکل به هر حال در وجود شوروی و اینها بوده، اما واقعیت اینه که ما با یک تجربه شکست خورده روبرو بودیم. بله، ولی الان وقتی برمیگردیم به گذشته نگاه میکنیم میدونیم کجاها رو اشتباه کردیم، کجاها رو در واقع خیلی بد رفتیم، انحرافی رفتیم، چه چیزهایی بوده. اینا به لحاظ تئوریک همه به نظر من مفهوم پردازی شده و داره میشه، ما باید به اینها دقت بکنیم، ولی خاص به جهانی شدن در واقع زندگی انسان رو وسط بگذاریم، خواست برداشته شدن مرزها رو مثلا بگذاریم، و اینکه چطور میشه این خواست رو عملی کرد، این رو نمیشه واگذار کرد به جنبش های خود انگیخته مردم در یک جزیره، در یک جزیره چون در جزایر مختلف پراکنده و دور هستم، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی هستش، نیازمند تمرکزی هستش که نباید غیر دموکراتیک باشه، نباید ضد دموکراتیک باشه، و اینها همه قابل تأمین هستش. اینطور نیستش که از دست ما بتونن فرار بکنن، بلکه همشون میشه در واقع واسهشون برنامه‌ریزی کرد و اینا رو ساختاری و نهادینه کرد. من فکر میکنم که در واقع چپ اروپا و چپ خاورمیانه علاوه بر اینکه به نوعی طرفدار یک جور به اصطلاح چیزی هستش که هایوش میگه میلیتنت پارتیکولاریسم، یعنی محل گرایی یا لوکال گرایی در واقع مبارزه جویانه و رزمنده که به محله خودش، به منطقه خودش، به کشور خودش، به زادگاه خودش اهمیت میده، اونجا بیشتری مبارزه رو میکنه، ولی در این حال ما باید به سمت یک انترناسیونالیسم و یک جهانی سازی سوسیالیستی هم حرکت بکنیم، به معنی اینکه واقعا جنبش هایی رو به تدریج باید بتونیم به هم بپیوندیم. این وضعیتی که مثلا امروز تو خاورمیانه هست به نظر من واقعا فقدان اعتماد به نفس چپ خاورمیانه نشون میده، فقدان ضعف استراتژی نشون میده. ما فکر کنیم ما الان دوستان و رفقای اخبار میگن که دست دوستی به سمت ما دراز کردن، دست یاری به سمت ما دراز کردن، میخوان از ما که کمکشون بکنیم و اونها به ما میتونن کمک بکنن. ما تو اقلیم مثلا کردستان پژوهش کرده نمیدم سوسیالیستی مارکسیستی میزنم، توی ترکیه ما نیروهای بسیار بسیار خوب چپ سکولار و کردهایی رو داریم که در واقع دارن مبارزه میکنن برای ناسیونالیسم مترقیشون و برای حقوق خودشون، ولی در واقع ما نمیتونیم دور هم جمع بشیم، ما نمیتونیم هم گرایی های تو منطقه به وجود بیاریم، در حالی که امروز یه همچین چیزی به نظر من کاملا ضرورتش اثبات شده بر هر کسی، بر هر کدوم از ما، بر تک تک ما، ولی اینکه راه نمیافتیم، کاری نمیکنیم، در واقع خودمون رو سازمان نمیدیم تو شکل این شبکه های منطقه ای، به نظر من یک فاجعه است که در واقع یک بخشی از همون برنامه جهانی سازی ما هستش. این جهانی سازی بعد نیست که ما تو سطح جهان دریم بکنیم، آرزو بکنیم، رویا بافی بکنیم، بلکه باید قدم های جدی تو سطح منطقه خودمون برداریم، همون میلیتان پارتیکولاریسم، همون در واقع منطقه گرایی خودمون، لوکال گرایی خودمون، و بعد این در واقع در راستای حرکت جهانی سازی سوسیالیستی خواهد بود. من فکر میکنم تنها راهی که پیش ما هست امروز اینه که اختلافاتمون رو تا میتونیم کاهش بدیم و تا میتونیم دموکراتیزه بکنیم خودمون رو و تا میتونیم در واقع بر حقوق این بخشهایی از جامعه که بیش از و دیگران مورد ستم واقع شدن بیشتر اصرار رو بکنیم و دور هم بشینیم، جمع بشیم و در واقع یکی همبستگی درونی خودمون رو واقعا افزایش بدیم، رشد بدیم و جرأت بکنیم استراتژی طرح بکنیم برای منطقه، برای جهانی که در آینده دستخوش بحرانهای بسیار بسیار شدیدتر از این خواهد شد. خب فروغ اسدپور عزیز، من بی‌نهایت از سپاسگزارم که در این گفتگوی اسکایپی با بینندگان تلویزیون برابری همراه بودی. به امید گفتگوهای بعدی در مورد سایر مسائل
هم سیاسی هم نظری. ممنون.